سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. خوشحالم که با استمداد از خداوند بزرگ و با یاد شهیدان فداکاری که برای سربلندی و عزت ایران عزیزمان از جان خود مایه گذاشتند، به ویژه شهدای دستگاه دیپلماسی، به عنوان 14th سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نشست هفتگی سخنگویی را با حضور شما خبرگان و کارشناسان عرصه رسانه و خبر آغاز کنم. جا دارد در ابتدای سخن از برادر عزیزم جناب آقای کنعانی، 13th سخنگوی وزارت امور خارجه که بیش از 2 سال در جایگاه سخنگوی وزارت امور خارجه تلاش کردند، قدردانی بکنم و ضمن تشکر از زحمات و تلاش‌های ایشان برایشان در مسئولیت جدید به عنوان مشاور وزیر محترم امور خارجه آرزوی سلامتی و توفیق داشته باشم. امیدوارم با ابتنای بر توصیه وزیر محترم جناب آقای دکتر عراقچی، مبنی بر پیگیری دیپلماسی فراگیر، فعال و اثرگذار و با عنایت به تأکید ایشان بر اهمیت جایگاه رسانه در پیشبرد کار دیپلماسی، بتوانیم در جهت تقویت بیش از پیش تعامل و همافزایی بین دستگاه دیپلماسی و رسانه‌ها در راستای پیشبرد مسئولیت‌های وزارت امور خارجه گام‌های مؤثر برداریم و بتوانیم از این جایگاه و با همکاری شما اصحاب رسانه در این مسئولیت حساس و در این زمانه خطیر در تبیین اقناع کننده منطق رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در مسائل مختلف که بنا به تأکید مقام معظم رهبری اولین ضابطه یک سیاست خارجی موفق است توفیق داشته باشم. همونطور که در جریان هستید، در این 2 هفته به موازات تشدید تنش‌ها در منطقه غرب آسیا، دستگاه دیپلماسی رایزنی‌ها و فعالیت‌های گسترده و فشرده‌ای را برای توقف جنگ افروزی و کشتار در غزه و لبنان و حراست از امنیت و ثبات منطقه در برابر شرارت‌های رژیم اشغالگر در دستور کار داشت و اجرایی کرد. این رایزنی‌ها با سفر وزیر امور خارجه به قلب میدان بیروت و دمشق آغاز شد و در قالب سفر منطقه‌ای به کشورهای عربستان، قطر، عراق، عمان، اردن، مصر و ترکیه ادامه یافت و قطعاً به این رایزنی ها ادامه خواهیم داد. قبل از آن سفر رئیس جمهور محترم به دوحه و حضور در اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD صورت گرفت که از آن فرصت نیست برای رایزنی در مورد تحولات منطقه استفاده شد و جلسه مهم مشترک وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم برگزار شد. در این 2 هفته علاوه بر رایزنی‌های دیپلماتیک در قالب سفر به کشورهای منطقه، آقای دکتر عراقچی تماس‌های تلفنی متعددی هم با مقامات مختلف کشورها از جمله دبیر کل سازمان ملل متحد و وزیر امور خارجه مصر و فرانسه داشتند که در مورد تحولات منطقه و تلاش برای توقف درگیری و جلوگیری از تشدید تنش مذاکره کردن. تصور میکنم پیام و نکته اصلی در سفرهای وزیر امور خارجه مشخص بود. شما به خوبی به خیلی از اون ابعاد پرداختید، از جمله اونها ادامه سیاست بهبود و گسترش روابط با همسایگان حتی در زمانی که منطقه با چالش و تنش همراه است، مسئولیت پذیری جمهوری اسلامی ایران در قبال صلح و امنیت منطقه‌ای،
اولویت شناسی و زمان شناسی جمهوری اسلامی ایران و دخالت ندادن برخی سوء تفاهمات و احیانا اختلافات دو جانبه در موضوع اصلی که همانا تلاش مشترک برای حفظ صلح و امنیت منطقه است و مهمتر از همه دغدغه جمهوری اسلامی ایران برای توقف نسل کشی و جنایت در غزه و لبنان و پایان دادن به شرارت‌های رژیم اشغالگر به عنوان یک وظیفه اخلاقی، انسانی، اسلامی و قانونی طبق قواعد و مقررات حقوق بین الملل. با این مقدمه من خدمت دوستان هستم و امیدوارم که در این جلسه بتوانیم در روشن‌تر کردن مواضع جمهوری اسلامی ایران و تبیین اقداماتی که دستگاه دیپلماسی در حوزه‌های مختلف در حال انجام هست موفق باشیم. بفرمایید. سلام. خیلی خوشحالیم که شما اینجا می‌بینیم. من می‌خواستم بدونم که در این سفری که وزیر خارجه داشتن، موضع مصر در مورد تنش ایران و اسرائیل چه بوده و مصر در این خصوص چه کمکی می‌تونه بکنه؟ همچنین رایزنی‌های با روسیه و چین در این مدت اخیر در مورد تحولات منطقه صورت گرفته یا خیر؟ مرسی. من فکر می‌کنم نکته مشترکی در همه این سفرها، هم از مصر یا بقیه کشورهای منطقه وجود داره، نگرانی مشترک در مورد خطرات و تهدیدهای ناشی از ادامه کشتار و جنگ در غزه و لبنان و اینکه کشورهای منطقه رسالت مشترکی دارند برای همافزایی، برای تلاش در همه عرصه‌های دیپلماتیک و استفاده از همه ظرفیت‌هاشون از جمله در سازمان کنفرانس اسلامی و سایر ترتیبات منطقه یا بین المللی که درش عضویت دارند، برای اینکه فشار وارد بکنن هم بر رژیم صهیونیستی و هم بر متحدین و حامیان تسلیحاتی مالی رژیم، برای اینکه بتوانیم رژیم رو وادار به توقف تجاوزاتش علیه لبنان و جنایتش در غزه بکنیم. روسیه و چین به عنوان دو عضو مهم شورای امنیت، دو عضو اصلی شورای امنیت سازمان ملل، قطعا نقش مهمی میتونن داشته باشن. موضع روسیه و چین خیلی صریح بوده، هم چین و هم روسیه شدیداً انتقاد کردند، مخالفت کردند با ادامه تجاوزات و جنایات در غزه و لبنان. در نشست‌های متعدد و مکرری که در شورای امنیت برگزار شده و یا در نشست‌های دو جانبه‌ای که با مقام‌های این دو کشور داشتیم، موضعشون رو به صورت صریح و شفاف بیان کردن در خصوص یا مبنی بر ضرورت توقف هرچه سریع‌تر تنش‌ها در منطقه. بفرمایید. سلام، روز بخیر. فراتر از اون چی که ما در خبرها داشتیم، آیا در ملاقات‌های وزیر در خصوص روابط دو جانبه با مصر، به خصوص بحث یا روابط دیپلماتیک، آیا موضع مشخصی اعلام شده یا نه؟ خیلی این رایزنی ها همونطور که خدمتتون عرض کردم متمرکز هست بر تحولات منطقه. اولویت ما در مقطع کنونی جلوگیری از تشدید و تسعید تنش ها در منطقه و کمک به حفظ و حراست از صلح و امنیت منطقه است. طبیعی است که از این فرصت ما برای گفتگو در مورد روابط دو جانبه هم استفاده می‌کنیم، ولی همونطور که عرض شد اولویت و نقطه تمرکز ما در این رایزنی‌ها مباحث دو جانبه نبود ضرورتاً. بفرمایید. ایرنا. سلام عرض می‌کنم جناب آقای، وقتتون بخیر باشه. جناب آقای، در هفته‌های اخیر همونجوری که خود جناب عالی هم فرمودید، وزیر امور خارجه در واقع سفرهای متعددی رو داشتن به کشورهای منطقه‌ای، حالا با برخی از این کشورها هم خب ما چندان رابطه سیاسی حالا مثل مصر و روابط دیپلماتیک نداریم. حالا اولا در واقع تحلیل جناب عالی نسبت به این موضوع در واقع چی هستش و اینکه آیا در واقع در این سفرها، حالا همونجوری که خودتون فرمودید،
حالا با اینکه به هر اولویت بحث دو جانبه نبود، اما آیا در خصوص حالا به هر توسعه و چشم انداز این روابط دو جانبه صحبتی شد یا نه؟ و سوم اینکه آیا این سفرها حالا نسبت به کشورهای دیگر منطقه هم در واقع این رایزنی‌ها و سفرهای جناب وزیر ادامه خواهد داشت یا نه؟ متشکرم. ببینید، ما هیچ کشوری رو در منطقه از رایزنی‌های خودمون مستثنا نمی‌کنیم. فکر می‌کنیم که حفظ و کمک به ارتقای صلح و امنیت در منطقه یک وظیفه همگانی و مشترک است. اون همون چیزی است که ما همیشه تأکید می‌کردیم بر ضرورت درونزا بودن صلح و امنیت منطقه، و فکر می‌کنیم الان یکی از اون زمان‌هایی است که کشورهای منطقه نشون بدن خودشون توان و اراده و تمایل برای قدم نهادن و ادامه این مسیر رو دارن. همونطور که عرض شد، ما فارغ از بعضی اختلافات یا سوء تفاهم‌هایی که ممکن است با بعضی از کشورهای منطقه داشته باشیم، اولویت خودمون رو در این دوره زمانی رایزنی و همافزایی برای حفظ و ارتقای صلح و امنیت منطقه قرار دادیم. با مصر همونطور که عرض شد و البته میدونید، ما در سطح کاردار و حفاظت منافع همیشه مراوده و رابطه داشتیم. از مدت ها قبل هم بحث بهبود روابط و سرگیری رسمی روابط دیپلماتیک در دستور کار بوده و قطعا از هر فرصتی برای طرح موضوع استفاده میکنیم. در مورد ادامه مسیر عرض کردم، ادامه خواهد داشت با کشورهایی که به دلیل مسائل مربوط بیشتر به تنظیم وقت و زمان ملاقات موفق نشده بودیم این رایزنی ها رو داشته باشیم. حتما ظرف امروز فردا انجام خواهد شد. امروز ما سفری خواهیم داشت به دو کشور مهم منطقه، کویت و بحرین، و فکر میکنم که با این سفر بخش عمده یا تقریبا همه کشورهایی که ما در سطح منطقه باید رایزنی میکردیم انجام خواهد شد. بفرمایید. سلام آقای دکتر بقایی، خدا قوت خدمتتون میگم. آقای دکتر، شما در حال در بخش از جواب یکی از همکارانمون به نقش روسیه اشاره کردید. حالا الان مدتی هستش که بعضی از منابع خبری ادعاهایی در مورد تلاش روسیه برای کاهش تنش بین ایران و رژیم صهیونیستی مطرح میکنن. اصلا این موضوع رو شما تایید میکنی یا نه؟ آیا از طرف کشور سومی هم پیشنهادی هست برای ایران که میانجیگری بکنه بین ایران و رژیم صهیونیستی؟ ممنون میشم. فکر میکنم در شرایطی که شما با یک موجودیتی اساساً رابطه ای ندارید و اون موجودیت رو به رسمیت نمیشناسید، صحبت از میانجیگری خیلی از لحاظ مفهوم حقوقی معنا نداره. اون چی که مد نظر ماست و همیشه استقبال کردیم این هست که هر کشوری که با حسن نیت تلاش بکنه برای توقف جنگ افروزی، برای توقف جنایت و نسل‌کشی در غزه و فلسطین استقبال می‌کنیم و فکر می‌کنیم اساساً وظیفه اخلاقی و قانونی همه کشور هاست. اگر قائل به این باشیم که آنچه در غزه در حال اتفاق هست یک نسل‌کشی است، همه کشورها به عنوان اعضای کنوانسیون منع نسل‌کشی وظیفه مشخص دارند برای جلوگیری و مقابله با این وضعیت، کما اینکه استظهار دارید آفریقای جنوبی و بعضی کشورهای دیگه‌ای که در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوا کردن، مبنای این کارشون رو همین کنوانسیون قرار دادن. بنابراین به صورت کلی ما استقبال می‌کنیم از هر ابتکار و تلاشی که برای جلوگیری از تشدید تنش و برای توقف جنایات در غزه و لبنان صورت بگیره، و اساساً این کار رو یک وظیفه قانونی و اخلاقی همه کشورها می‌دونیم. بفرمایید. عرض سلام و احترام دارم جناب آقای دکتر بقایی. یکی از مهمترین موضوعات اختلافی در بحث قفقاز جنوبی موضوع خط ارتباطی که بین جمهوری آذربایجان و نخترمان وجود داره. ترکیه و آذربایجان به دنبال شکل‌گیری این خط به شیوه خودشون هستن. می‌خواستم ببینم در خصوص سفر آقای دکتر عراقچی به ترکیه در این خصوص صحبتی شده یا خیر. من فکر می‌کنم اون چیزی که مهم هست و لازم هست بهش دقت بشه این هست که کشورهای منطقه تصمیم گرفتند
یک چالش یا یک موضوعی که مبنای اختلاف و متاسفانه یک جنگ بوده رو تبدیل بکنن به نقطه و مبنایی برای تفاهم و برای شکوفایی اقتصادی بین کشورهای منطقه. اجلاس 3 به علاوه 3 که دو سه روز قبل در استانبول برگزار شد به نظرم این رویکرد رو به خوبی نشان داد. شما اگر به بیانیه پایانی این اجلاس نگاه بکنید خواهید دید که تمرکز و تأکید کشورها بر ضرورت تبدیل منطقه قفقاز، قفقاز جنوبی به عرصه‌ای برای همکاری بین کشورهای عضو هست. در مورد موضوعاتی که راجع به گذرگاه‌ها و مسیرهای مواصلاتی در اون منطقه مطرح است، موضع ایران همیشه روشن بوده، موضعی است که ثابت و تغییر ناپذیر هست. ما معتقدیم که این مسیرها باید با رعایت تمامیت ارضی کشورها، حاکمیت ملی و بدون هر گونه تغییر در مرزها و شرایط ژئوپلیتیک منطقه باشه. پرستیوی بفرمایید. خیلی ممنونم آقای دکتر بقایی. اگر ممکنه در خصوص ادعاهای امارات و حمایت کشورهای اروپایی از ادعاهای امارات بر جزایر سه‌گانه موضع ایران رو تشریح بفرمایید و چه اقدام عملی میخواید انجام بدید که این ادعاها پایان پیدا بکنه بر اساس معاهدات سال 1971 که وجود داره؟ مرسی. ما اولا متاسفیم که در شرایطی که فکر میکنیم منطقه و کشورهای اسلامی منطقه باید متمرکز باشن بر پایان دادن به شرارتهای رژیم صهیونیستی، دوستان ما در منطقه موضوعاتی که موضوع بحث و گفتگو بین ایران و یکی از کشورها بوده رو به عرصه عمومی میکشونن و به ویژه این موضوع رو با کشورهایی که هیچ جایگاهی و هیچ ارتباطی با مسائل منطقه ما ندارن مطرح میکنن. کارهایی که از حیث دیپلماتیک و به ذات خارجه ما باید انجام بدیم انجام داده ایم. یک کاری است که مستمر هست، محدود و منحصر به این زمان نیست. ما قبل و بعد از هر نشستی در طول سال با دوستانمون، با شرکامون، با کشورهایی که به نحوی به این موضوع میپردازن در ارتباط هستیم. موضع ایران موضعی است که بسیار شنیده اید و موضوعی است که هر بار هم ما تکرار میکنیم. جمهوری اسلامی ایران در مورد تمامیت سرزمینی خودش و در مورد حاکمیتش بر جزایر سگانه هیچ تردیدی نداره و در این مورد به هیچ عنوان هیچ اغمازی نخواهد کرد. این موضوع ثابتی است که مبتنی بر حقوق بین الملل، مبتنی بر اصول منشور ملل متحد و مبتنی بر همه موازین بین المللی در مورد احترام به تمامیت ارضی کشور هاست و فکر میکنم همه میدونیم که این ادعا هیچ تغییری در این موضوع ایجاد نخواهد کرد. در این حال ما متاسفیم که کشورهای اروپایی در این دوره خاص زمانی تصمیم گرفتن که همچین مسئله ای رو بهش بپردازن در قالب یک بیانیه مشترک. موازمون رو اعلام کردیم، یادداشت‌های اعتراض به طرف‌های مربوطه زده شده و به این مسیر ما ادامه خواهیم داد. بفرمایید. NTV. Aynur Senacıbuk from Ihlas News Agency Turkey. Foreign Minister Abbas Araghchi met with the Foreign Minister Hakan Fidan in Istanbul. Additionally, there was a meeting with the Hamas officials, which was significant given the timing after martyrdom of Yahya Sinwar. As Israel's threat to expand the war in the region intensifies, what is the current level of relation between Iran and Turkey? And was there any exchange of messages with US and Israel through third-party countries in this visit? Thank you. خب رابطه ما با ترکیه رابطه ممتازی است. به عنوان دو همسایه بزرگ، دو کشور بزرگ اسلامی و دو قدرت تأثیرگذار در تحولات منطقه، شرکت ما در اجلاس 3 به علاوه 3 فرصتی بود برای تقویت همکاری ها در سطح چند جانبه در منطقه قفقاز. در این حال ما دو
نشست مهم داشتیم با مقامات ترکیه‌ای، با وزیر خارجه و با رئیس جمهور محترم. ملاقات با حماس به نظرم یک پیام روشن داشت. حماس زنده است، حماس محترم است. هر دو کشور بزرگ اسلامی، هم ترکیه و هم جمهوری اسلامی ایران، تأکید دارند بر ضرورت حمایت از فلسطین و ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک در سطح دو جانبه و چند جانبه، عرض کردم از جمله در سطح سازمان همکاری‌های اسلامی، برای توقف تجاوزات و نسل‌کشی در غزه و لبنان. بفرمایید. سلام عرض میکنم آقای بقایی، خسته نباشین و خوش آمد میگم، انشالله که موفق باشین. من معظمی هستم، خبرنگار صدا و سیما. انشالله مخاطبان ما از شبکه خبر این نشست رو دنبال میکنن. سوالی که مطرح خواستم بکنم این هستش که آقای بقایی، طبق قوانین و معاهدات بین المللی و همینطور آژانس بین المللی انرژی اتمی که حالا ایران هم پیشنهاداتی در این زمینه داشته طی سالها، تهدید به حمله به تاسیسات هسته‌ای و هر گونه تهدید در این باره در واقع تخلف از منشور ملل هست و همینطور اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، شاهد هستیم که رژیم صهیونیستی به ویژه در روزهای اخیر تهدیداتی رو علیه تاسیسات هسته‌ای ایران مطرح میکنه. میدونیم که طبق معاهدات بین المللی این گونه تهدیدات مستلزم واکنش شورای امنیت سازمان ملل هم هست. آیا وزارت خارجه برای در واقع پیگیری و اقدام حقوقی در این باره و استناد به قوانین بین المللی در خصوص این تهدیدات برنامه‌ای داره؟ خب همونجور که اشاره کردید، تهدید به تعرض به تأسیسات هسته‌ای کشور طبق اسناد و قطعنامه‌های مختلف بین‌المللی، از جمله یک قطعنامه مشخصی از قطعنامه شماره 533، محکوم و مردود هست و تفسیر ما از اون قطعنامه این هست که در این موارد تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی میشه، به خاطر اینکه صراحتاً به شورای امنیت مأموریت داده شده که در این موارد ورود بکنه. بنابراین خواسته ما روشن هست. ما طی یادداشت خیلی مشخص و مستدلی به سازمان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مراتب رو اعلام کردیم. در سطح سازمان ملل متحد و شورای امنیت پیگیر هستیم و از هر فرصت دو جانبه‌ای هم استفاده می‌کنیم برای اینکه نشون بدیم ماهیت قانون شکن رژیم صهیونیستی و اینکه در اقداماتشون علیه صلح و امنیت بین‌المللی هیچ حد و حدودی رو نمی‌شناسن. آقای بقایی عذرخواهی می‌کنم، فرمودین یادداشت اعتراض ایران داده؟ یادداشت اعتراضی ما به صورت مستدل برای دبیرخانه یا برای شخص مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ارسال شده، اما این جزء کارهای پایه‌ای وزارت خارجه است و ما مطمئناً در سطوح مختلف پیگیری این موضوع خواهیم بود. بفرمایید. سلام عرض می‌کنم آقای بقایی، خسته نباشید. عرض کنم خدمتتون که اخیراً آقای دکتر عراقچی از تهدید یا احتمال در واقع کشیده شدن دامنه جنگ به منطقه خلیج فارس سخن گفتن. می‌خواستم بدونم که این موضوع چه فکت‌هایی داره؟ و دوباره اینکه در مورد اقدامات اتحادیه اروپا با توجه به اینکه اونها میدونن تحریم ها اثرگذار نبوده و تحریم های آمریکا هم تا حالا نتیجه نداده، سیاستی رو که اونها اخیراً در پیش گرفتن را چطور تحلیل میفرمایید؟ فکر میکنم سیاست اتحادیه اروپایی آزار دادن مردم ایران هست. این برای ما تردیدی درش نیست. تحریم هواپیمایی، هواپیمای غیر نظامی و یک خط هوایی که سالهاست شناخته شده است در مسیرهای مختلف، از جمله به برخی از پایتخت‌ها و مقصدهای اروپایی رفت و آمد داشته، این هیچ توجیهی نداره جز این که شما بخواهید مردمی رو محروم بکنید از حقوق بنیادینشون برای اینکه بتونن رفت و آمد آسان و روان به مناطق مورد نظرشون داشته باشن. در مورد سوال نخستتون،
کشیده شدن جنگ به نظرم خیلی نیاز به استدلال نداره. این رویه و رویکرد رژیم صهیونیستی بوده از ابتدای تأسیس، یعنی از روز نکبت که این موجودیت تأسیس رو در منطقه ما، شما اگر تاریخ رو ملاحظه بفرمایید در موقعیت‌های مختلف مشغول توسعه طلبی به صورت با استفاده از همه ابزارها و جنگ افروزی در منطقه بوده، سابقه طولانی داره در تعرض و تجاوز تقریبا به همه کشورهای همسایه، و ضمن این که در مقاطع مختلف در این یکی دو سال نشون دادن که به دلیل برخورداری از حمایت قطعی آمریکا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی ابایی از این ندارن که دامنه جنگ رو گسترش بدن. و فکر میکنم این گزاره که تنها طرف یا تنها موجودیتی در منطقه و جهان که تلاش میکنه برای گسترش جنگ رژیم صهیونیستی است، این گزاره‌ای واقعا ثابت شده‌ای باشه. بفرمایید. بفرمایید خانه ملت هم بفرمایید، بعد من میرم این بار. بفرمایید. آقای دکتر سلام، خسته نباشید. البته آقای دکتر عراقچی بارها تأکید کردن که ما برای هر سناریو و هر موضوعی آمادگی داریم، اما خب امروز ما شاهد استقرار سامانه تاد در سرزمین‌های اشغالی بودیم و موج در واقع تهدید داره خیلی جدی‌تر میشه. بفرمایید اولا که پیامتون برای کشورهایی که احتمالاً همکاری کنن به نوعی با رژیم صهیونیستی از طریق در اختیار قرار دادن حریم هوایی چی هستش، و اینکه یه خبری دیروز منتشر شد به نقل از یکی از نمایندگان مجلس که برخی از نقاط حیاتی رژیم صهیونیستی مشخص شده و پیغامی داده شده در این خصوص که اگر اقدامی انجام بشه ما آماده اقدام متناظر هستیم. بفرمایید که آیا این اقدام انجام شده و پاسخ احتمالی ایران به چه صورت خواهد بود؟ هم و عرض کردم سوال اول در خصوص کشورهای منطقه. ممنونم. پیام ما خیلی روشن و شفاف و علنی داده شده. بارها مقام‌های مختلف ما در سطوح مختلف اعلام کردند که هر گونه شرارت رژیم صهیونیستی با پاسخ قاطع، قطعی و مؤثر جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد. تصمیم در مورد این که ما چگونه پاسخ بدیم قطعاً بر عهده ما خواهد بود. استقرار سامانه‌های موشکی و خبرهایی که در این مورد هست، فکر می‌کنم صرفاً تداوم همون حمایت همه جانبه است که متأسفانه آمریکا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی از رژیم صهیونیستی داشتن در این یک سال و بلکه در این 8 دهه. و این یک واقعیت هست که همین حمایت‌ها موجب جری شدن این رژیم در ادامه تعرضاتش علیه منطقه و علیه غزه و لبنان بوده. آقای دکتر عراقچی خیلی صریح اشاره کردن که اطلاع از اینکه چه زمانی و به چه نحوی رژیم صهیونیستی ممکن هست شرارتی علیه جمهوری اسلامی ایران داشته باشه رو خیلی صریح بیان کردن، و فکر میکنیم که مسئولیت کسانی که یا کشورهایی که به هر نحوی مشارکت بکنن یا حمایت بکنن از هر گونه تعرضی علیه جمهوری اسلامی ایران کاملا روشنه. ما خوشحالیم که کشورهای منطقه به این درجه از بلوغ همه ما، همه کشورهای منطقه رسیده ایم. این نگاه مشترک که حراست از صلح و امنیت منطقه وظیفه همه ماست و هر گونه ناامنی علیه هر کشوری قطعاً آثار و تبعاتش مطمئناً متوجه همه کشورها خواهد شد. ما این اطمینان رو داریم که کشورهای همسایه با درک حساسیت شرایط به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد که از سرزمین اونها، از فضای اونها برای هر گونه تعرض به یک کشور همسایه و اسلامی استفاده بشه. CBS. Sayed Rangbatai, CBS News. Good morning, Mr. Spokesman. I meant to ask a few questions about conflict with Israel, but you already answered all of them. So I go to the U.S. elections.
US election is due soon. Does Islamic Republic of Iran have any preferences? If Mr. Trump gets elected, are you ready to sit on a table with him, negotiate? فکر می‌کنم موضع جمهوری اسلامی ایران روشن هست. ما عمل و رفتار دولت‌های مختلف آمریکا رو مد نظر قرار می‌دیم. ما هیچ مداخله‌ای در امور داخلی هیچ کشوری نداریم، برعکس آمریکا و برخی کشورهای دیگه. این موضوعی است که به خود آمریکایی‌ها و مردم آمریکا مربوط هست و تصور ما این هست که فعلا در مورد هیچ چیزی ما قضاوتی نکنیم، در مورد این که چه کسی انتخاب خواهد شد و چه رفتاری با اون منتخب خواهیم داشت. اون چه که مشخص هست، سیاست دولت‌های آمریکا پشت سر هم علیه جمهوری اسلامی ایران سیاست خصمانه‌ای بوده، سیاستی بوده که تاریخچه‌ای است مملو و از رفتارهای خصمانه و قهرآمیز علیه جمهوری اسلامی ایران، و قطعاً در هر شرایطی ما این تاریخچه رو در نظر خواهیم داشت. فارس. سلام آقای بقایی، وقتتون بخیر. آقای بقایی، آقای دکتر عراقچی قبل از عزیمتشون به عراق گفتگوی تلفنی با خانواده محمد رضا نوری داشتن، تبعه ایرانی بازداشت شده در عراق. میخوام ببینم که آیا در این سفر به طور خاص در همین خصوص صحبت شد و آیا خبری دارید در مورد آخرین وضعیت ایشون؟ ممنون میشم در این خصوص توضیح بفرمایید. ما رسیدگی به وضعیت اتباعمون رو در هر جا وظیفه خودمون میدونیم. مورد آقای نوری یکی از دغدغه‌های آقای دکتر عراقچی بوده. ایشون قبل از سفر شخصا با خانواده محترم ایشون صحبت کردند و اطمینان دادن که وزارت خارجه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنه برای پیگیری این مورد، و تا جایی که بنده اطلاع دارم در سفرشون به عراق همین موضوع رو به صورت جدی پیگیری کردن با مقامات عراق و امیدواریم که در روزهای آینده خبرهای خوبی بشنویم در این مورد. متشکرم. جمعاران بخواهیم. متشکرم آقای سخنگو. ابتدای دولت 14 آقای عراقچی کاهش تنش با اروپا رو یکی از اولویت‌های اعلام شده این دولت اعلام کردن. با این همه در این دو ماهی که گذشته ما شاهد افزایش تنش با اروپا بودیم که حالا نقطه اوجش هم تحریم ایرانی بود و بعدم همراهی اتحادیه اروپا با روایت شورای همکاری خلیج فارس. لطفاً می‌فرمایید که آیا دولت 14 و وزارت امور خارجه این دولت نقشه راه مشخصی برای این مدیریت و کاهش تنش داره؟ به طور مثال اگر کشورهای اروپایی پیشنهاد دیداری رو بکنن، مشخصاً ترویکای اروپایی، با جمهوری اسلامی ایران آیا از اون استقبال خواهید کرد و یا پیش شرط‌هایی برای این دیدار دارید؟ ممنونم. فکر می‌کنم که شما خودتون به سوال خودتون جواب دادید. افزایش تنش و به نوعی عدم آمادگی برای پاسخ به رویکردهای مثبت جمهوری اسلامی ایران برای بهبود روابط با اروپا متاسفانه از طرف اروپایی آغاز شد. همین نمونه اخیرش که اشاره کردید در مورد درج یک موضوع کاملا موهوم و به عبارتی خلاف حقوق بین الملل در یک بیانیه مشترک، خودش نشونه ای از این هست که متاسفانه اتحادیه اروپایی در شرایطی خودش رو در شرایطی نمیدونه که به نگاه مثبت جمهوری اسلامی ایران پاسخ مثبت بده. ما امیدواریم که در این روش در این نگاه تجدید نظر بکنن. ما در خلال سفر آقای دکتر عراقچی به نیویورک جلسه ای با سه کشور اروپایی داشتیم در مورد موضوعات هسته‌ای، موضوعات دیگه هم بحث شد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران همیشه در گفتگو و تعامل واقعا پیش قدم بوده و در این موارد ما هیچگاه پیش شرط خاصی بیان نکردیم. کماکان فکر میکنم موضع رسمی ما این باشد که ما با همه کشورهایی که بر اساس احترام متقابل و بر اساس فهم و درک از منافع متقابل و احترام به منافع ملی ایران اهل تعامل باشن، ما هم آماده تعامل هستیم. ایران پرس.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشین. آقای بقایی، درباره سفرهای اخیر وزیر امور خارجه صحبت زیاد شد. سوال من مشخصا از شما این هست که آیا این سفرها تونست به یه راهکار عملی برسه که بتونه ابتکاری باشه و منجر به توقف ماشین کشتار رژیم صهیونیستی بشه، به خصوص راهکاری که از سوی کشورهای پرقدرت و پرنفوذ غرب آسیا و یا کشورهای مسلمان باشه؟ من میتونم این رو خدمت شما عرض بکنم که این یک فرایند و روند هست. ما نشانه های مثبتی میبینیم از این که این رفت و آمدها، این رایزنی های دیپلماتیک منجر به شکل‌گیری یک عزم و اراده جمعی هم در مورد جدیت خطر نسبت به ثبات و امنیت منطقه برای همه کشورهای منطقه و هم ضرورت توقف ماشین جنگی رژیم صهیونیستی. این عزم و اراده مشترک به نظرم ارزشمند هست و ما اطلاع داریم که کشورهای منطقه هم در تعامل و ارتباط با شرکای خودشون در خارج از منطقه در حال تلاش هستند برای اینکه یک بسیج عمومی و بسیج همگانی در سطح بین المللی ایجاد بکنن برای جلوگیری از ادامه کشتار و همزمان اون چیزی که به نظر من خیلی اهمیت داره، کمک به کاهش درد و رنج مردم غزه و لبنان از طریق ارسال کمک‌های بشردوستانه. ایسنا بفرمایید. سلام آقای بقایی، احقاقی هستم، خبرنگار ایسنا. آقای بقایی، چند روز پیش آقای قالیباف در مصاحبه‌ای که با فیگارو داشتن یه موضوع مطرح کردن و اینکه گفتن که ایران حاضره با فرانسه و برخی از کشورهای اروپایی در ارتباط با موضوع در حقیقت مسئله لبنان و کاهش و ایجاد آتش‌بس در لبنان و همچنین اجرای قطعنامه 17-01 رایزنی داشته باشه. البته این صحبت‌ها با واکنش آقای میقاتی روبرو شد. من می‌خواستم در مورد این موضوع بپرسم، با توجه به اینکه آقای عراقچی با وزیر خارجه فرانسه گفتگو داشتن و گفتگویی هم بین آقای مکرون و آقای پزشکیان صورت گرفت، آیا ایران در این ارتباط اقدام انجام داده که در مورد همین اجرای قطعنامه 17-01 و موضوع آتش بس با فرانسه گفتگو و رایزنی داشته باشه؟ عرض کردم ما با هر کشوری که ابتکار و پیشنهادی برای توقف جنایات، توقف تجاوز به لبنان و نسل‌کشی در غزه داشته باشه حتما گفتگو میکنیم، طرح‌هاشون رو میبینیم، بررسی میکنیم. فکر میکنم اون نکته‌ای که اشاره کردید ناشی از احتمالاً یک سوء تفاهم بوده، به خاطر اینکه موضع ایران در رابطه با لبنان و مقاومت روشن هست. جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت قصد و نیت و هیچ عملی که شبهه دخالت در امور داخلی لبنان یا هر کشور دیگه ای داشته باشه رو انجام نداده. گفتیم انتخاب ریاست جمهوری شأن مردم لبنان هست، شأن گروه‌های مختلف فعال در عرصه سیاسی لبنان هست و قطعاً مقاومت و حزب الله هم یکی از این گروه‌های مؤثر و ذی‌نفوذ در این فرایند هست. بهترین روش گفتگوهای لبنانی لبنانی است برای اینکه بتونن به اجماع نظر در مورد وضعیت سیاسی لبنان برسن. بفرمایید. سلام عرض میکنم. من یه سوالی در مورد اون بیانیه اتحاد اروپا و شورای همکاری خلیج فارس داشتم. یه گمان زنین هستش که شاید اروپایی ها در خصوص اون تعامل با ایران یا در آینده اگه بخوای مثلا این مذاکراتی شکل بگیره، شاید با این اقدامات آیا دنبال اهرم سازی هستن یا اینکه این اقدامات بیشتر اون لایه‌ها رو پیچیده‌تر می‌کنه. نظر شما در این خصوص چی است؟ چون این اتفاقی که افتاد به یه سطح جدیدی یعنی رسون این موضع‌گیری رو، آیا این اهرم سازیه به اون حل موضوعات یالا به اروپایی‌ها کمک می‌کنه یا چه تبعاتی برای اونها، چه کوتاه‌مدت چه توی بلندمدت داره و اینکه ایران چه اقداماتی رو در این خصوص به ویژه حالا این مفادی که بیانیه داشت در دستور کار خودش داره؟ من ترجیح میدم نیت‌خوانی نکنم که چرا اروپا این کار رو انجام داده، ولی این رو میدونیم که اهرم‌ها همش کارساز نیست. بعضی اهرم‌ها به محض اینکه استفاده بکنین میشکنه، بنابراین این اهرم قابل اتکایی نخواهد بود در هر صورت. بفرمایید. سلام، وقت شما بخیر. سوالی که داشتم در خصوص سفری است که آقای دکتر عراقچی
قراره به روسیه داشته باشن. میخواستم ببینم که آیا تو این سفر در دیدار با مقامات روسی در خصوص همراهی نظامی روسیه در مورد حمله احتمالی اسرائیل به ایران هم در واقع صحبت‌هایی خواهد شد یا نه؟ و یه موضوع دیگه این که وزیر خارجه در واقع اظهار داشتن که انتقال پیام بین ایران و آمریکا همچنان ادامه داره. اینکه تو این مقطع بیشتر حول چه موضوعاتیه و اینکه بیشتر توسط چه کشورهایی این پیام منتقل میشه؟ ممنونم. جمهوری اسلامی ایران برای دفاع خودش، دفاع از خودش به خودش متکی است. این رو در دوران مختلف نشون داده. بنابراین ما در دفاع خودمون الحمدلله به نیروهای مسلح فوق‌العاده توانمند خودمون و توانایی خودمون متکی هستیم. سفر در قالب شرکت در اجلاس بریکس خواهد بود در قازان یا کازان و آقای دکتر عراقچی هم رئیس جمهور محترم رو همراهی خواهند کرد. خب طبیعی است که در حاشیه این نشست حتما ما به تلاش ها و رایزنی های دیپلماتیک خودمون برای جلب توجه بین المللی نسبت به خطرات ناشی از ادامه جنایات رژیم صهیونیستی استفاده خواهیم کرد و امیدواریم که بتونیم در ادامه سفرهایی که آقای دکتر عراقچی به منطقه دارن اونجا را هم از این ظرفیت استفاده بکنیم. در خصوص نکته‌ای که مطرح شد در مورد روند و چارچوبی بود که از مدت‌ها قبل موسوم به روند مسقط متمرکز بر موضوع هسته‌ای ایجاد شده بود و آقای دکتر عراقچی اشاره کردند که اون روند به دلیل شرایط خاص منطقه‌ای فعلا متوقف شده. اما در مورد تبادل پیام ما یک مجرای خیلی مشخص داریم، مجاری دیپلماتیک البته متعدد هست در زمانهای مختلف، ولی مهمترین مجاری دیپلماتیک ما با سوئیس است به عنوان دفتر حفاظت منافع آمریکا که از اون طریق پیامهایی که لازم باشه رد و بدل میشه. بفرمایید. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر. سوالم از خدمتتون در خصوص صحبت‌هایی است که آقای پوتین در نشست خبری خودشون با مدیران رسانه‌های کشورهای بریکس انجام دادن. ایشون از میانجیگری روسیه بین ایران و جبهه مقاومت در مقابل اسرائیل صحبت کردن و اشاره کردن که این موضوع برای برقراری آتش‌بس و کاهش تنش‌ها لازم هست. موضع ایران در این خصوص چی هست و در خصوص ریاست روسیه بر بریکس ارزیابیتون چطور هست؟ آیا این موضوع یعنی ریاست روسیه بر بریکس میتونه زمینه ساز فعالتر شدن بریکس و همکاری بیشترش با ایران بشه؟ ممنونم. سوال پایانیتون رو من امیدوارم. در مورد اجلاس بریکس و ریاست روسیه، خب روسیه یکی از بنیانگذاران اصلی بریکس هست و نقشش کلیدی است در تعاملات، در تصمیم گیری ها و روندهای بریکس و بین کشورهای مختلف بریکس. در مورد نکته‌ای که مطرح شده، من همون عرضی که قبلا داشتم رو تکرار میکنم که جمهوری اسلامی ایران از هر ابتکاری به ویژه از طرف دوستانمون برای جلوگیری از سرایت آتشی که رژیم صهیونیستی در منطقه متاسفانه روشن کرده به سایر مناطق استقبال میکنه و فکر میکنیم که اولین گام ضروری برای این که منطقه دچار التهاب بیشتر نشه این هست که هرچه سریعتر جنایاتی که روزمره همون شاهدش هستیم و واقعا قلب همه رو به درد میاره در غزه و لبنان متوقف بشه. سحر کردی، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما، همه همکارای گرامی، خدا قوت میگم. با توجه به گفته های مدیر رادیو تلویزیون ترکیه در خصوص قصد رسانه رسمی این کشور جهت اذیت کردن ایران از طریق راه اندازی شبکه های تلویزیونی به زبان های مختلف، از موضع دستگاه دیپلماسی
شما بفرمایید که موضع دستگاه دیپلماسی ایران چیه و چه اقدامی در این خصوص میخواد انجام بده. متشکرم. فکر میکنم این موضوعی که مطرح شد و ماجراهایی که تولید کرد رو در زمان خودش بهش رسیدگی شد. صحبتی که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی با مقام زیربط ترکیه ای داشتن خیلی روشن بود، خبرش در رسانه ها منتشر شد و فکر میکنم موضوعی است که به نوعی رفع هر گونه سوء تفاهم شد. رابطه ما با ترکیه همونطور که عرض کردم یک رابطه است که در همه سطوح در بهترین شرایط ادامه داره. روابط فرهنگی بین دو کشور، بین دو کشوری که دارای پیوندها و ریشه های عمیق تاریخی هستند، در بهترین شرایطش وجود داره و فکر میکنم که ما باید کمک بکنیم برای اینکه بعضی از صحبت ها این فضای مثبت موجود بین دو کشور رو تحت تاثیر قرار نده. قدسنا. عرض سلام و تبریک بابت مسئولیت جدیدی که عهده‌دارمون شدید. میخواستم ببینم که برنامه‌ای برای ارتباط و تقویت بیشتر با رسانه‌ها دارید، در نظر دارید یا نه؟ حتما داریم. من عرض کردم ما تو همین مدتی که بنده این مسئولیت رو پذیرفتم ارتباطمون به صورت منظم ادامه داشت. فکر میکنم تو جلسات ما نمیدونم شرکت داشتید جناب عالی یا نه، ولی در همین دو هفته اخیر ما دو تا جلسه داشتیم برای آشنایی و گفتگوی دوستانه با خبرنگاران، هم دوستانی که در حوزه رسانه‌های داخلی کار می‌کنند و هم دوستان محترمی که در به عنوان نماینده خبرگزاری خارجی فعال هستند. بنابراین امیدواریم که انشالله این تعاملات رو ادامه بدیم و تقویت بکنیم. بفرمایید. خیلی متشکرم. ما قاعدتاً در چارچوب ظرفیت‌های منشور ملل متحد، حقوق بین الملل و تعاملاتی که در سطوح مختلف با کشورهای دیگه داریم، احقاق حقوق مردم فلسطین و لبنان رو پیگیری خواهیم کرد و این فکر می‌کنم همونطور که عرض کردم وظیفه است که بر عهده ما و همه کشورهای مسئولیت شناس قرار داریم. مهر. من ببخشید از راه دور یه مقدار بفرمایید. سلام، خسته نباشید. شبکه اولسال از ترکیه، گورکان دمیر هستم. Hakan Fidan, Vezir-i Umre Harici Türkiye ve Abbas Erakçı, Vezir-i Umre Harici İran der İstanbul didar kerdent. Hakan Fidan der in neşeste haberi hastare mübarzare moştereki ba guruhaye teröristi PJAK ve PKK şod. Aya in muzu der didar du vezir matrah şode esyane suale dovun Amerika mihahet ki İsrail'i dovume dovumra در سوریه با PKK ایجاد کند. PKK تهدید برای ترکیه و سوریه است. آیا روابط ترکیه و سوریه در دیدار دو وزیر مطرح شده است یا نه؟ مرسی. یکی از موضوعاتی که همیشه در دستور کار ایران و ترکیه بوده تقویت امنیت مرز و مبارزه با تروریسم بوده و این موضوع در دیدار اخیر هم مطرح شد. در مورد سوریه ما همیشه هم در چارچوب آستانه و روند آستانه با همکاران ترکیه‌ای در ارتباط بودیم. این رازنی‌ها قطعا ادامه داره. تلاش ما این هست که با کمک ترکیه
و سایر شرکا در منطقه عرض کردم یکیش چارچوب آستانه است، کمک بکنیم برای تثبیت صلح و ثبات در سوریه. فکر میکنیم که مادامی که صلح و ثبات در سوریه مستقر نشه، از جمله مسائلی که در بخش‌های مختلف سوریه متاسفانه شاهدش هستیم، به ویژه ادامه اشغال آمریکا در بعضی از مناطق سوریه، زمینه ایست برای شکل‌گیری و رشد تروریست. بنابراین فکر میکنم که ما و ترکیه در این زمینه هم نظر هستیم که برای مقابله با تروریسم در مرزهای مشترک و در منطقه به صورت کلی نیازمند این هستیم که کمک بکنیم به اعاده ثبات و امنیت در سوریه. موج بفرمایید. وقت بخیر. بحث تغییر دکترین هسته‌ای در عین رایزنی‌های متعدد و فشرده وزیر خارجه رو چطوری ارزیابی می‌کنین؟ آیا این دو تا با هم متناقض نیست؟ ممکن تکرار بکنید سوالتون؟ بله، ببینین یه 39 تا از نماینده مجلس بحث تغییر دکترین هسته‌ای رو در یه نامه به شورای عالی امنیت ملی فرستادن و در این مورد صحبت‌هایی میشه. حالا می‌خواستم بدونم که با توجه به اینکه رسانه‌ام دارن بهش می‌پردازن، آیا این تغییر دکترین هسته‌ای با رایزنی‌های سیاسی که وزیر خارجه داره انجام میده تو منطقه در تناقض نیست؟ من رابطه‌ای بین این دو نمی‌بینم. یک، رایزنی‌های ما عرض کردم در هر شرایطی برای کمک به حفظ صلح و توقف جنایت در غزه و لبنان صورت می‌گیره. در مورد مباحث رسانه‌ای یا احیاناً گفتارهایی که از طرف‌های مختلف می‌شنویم در داخل کشور، فکر می‌کنم شما باید سیاست قطعی و رسمی کشور رو مد نظر قرار بدید. سیاست قطعی کشور این هست که سلاح کشتار جمعی در دکترین دفاعی ما جایی نداره. ما این سیاستمون مستظهر هست به یک دستور و یک فتوای خیلی مشخص از ناحیه بالاترین مقام کشور، بالاترین مقام سیاسی و دینی کشور، مقام معظم رهبری. بنابراین فکر میکنم که این گفتگوها، این مباحث رسانه‌ای تأثیری در سیاست ما در رابطه با موضوع سلاح کشتار جمعی نداره. بفرمایید. سلام عرض میکنم آقای بقایی. خسته نباشید. میگم خدمتتون بابت سفرهای فشرده‌ای که این چند وقت داشتید. خب بخش اول سوال من رو همکارمون از موج پرسیدن، مبنی بر اینکه در واقع بحث تغییر دکترین هسته یک کشور به طور مرتب داره مطرح میشه، که خواستم ببینم که آیا موضع رسمی کشور هست این یا خیر که فرمودید. بخش دوم سوالم در واقع این بود که آیا این مطرح شدن بحث های تغییر دکترین هسته‌ای و حرکت به سمت نظامیگری در این عرصه واکنش‌های یا پیغام‌هایی را از طرف کشورهای دیگه به همراه داشته، هشدارهایی یا خیر؟ شما خب در عرصه رسانه هستید و دنبال می‌کنید احیاناً واکنش کشورهای دیگه، ولی اون چیزی که برای ما مهم هست، ما چون نسبت به سیاست خودمون مطمئن هستیم، فارغ از واکنش‌های دیگران که ممکن است در خیلی از موارد هم سوء استفاده بشه از این بحث‌هایی که در کشور در جریان هست. به هر حال طبیعی است که در یک کشوری که فضای رسانه‌ای آزاد داره و در مورد موضوعات مختلف صحبت میشه، این بحث‌ها مطرح بشه. ولی عرض کردم موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با سلاح کشتار جمعی مشخص و ثابت هست. بفرمایید. سلام، وقت بخیر. آقای سخنگو، در سفرهای منطقه‌ای وزیر امور خارجه چقدر به موضوع دیپلماسی اقتصادی توجه شد و از این منظر این سفرها چه دستاوردهایی برای کشور ما به همراه داشتش؟ سفرهای آقای دکتر عراقچی در این دو هفته عرض کردم متمرکز بود بر موضوع تحولات منطقه، امنیت در منطقه و تلاش برای ایجاد یک اجماع در مورد ضرورت همکاری و همافزایی کشورهای منطقه برای جلوگیری از
ادامه جنایات در غزه و لبنان. طبیعی است که این گفتگوها در یک بستر سیاسی و دیپلماتیک صورت میگیره که خودش مبتنی است بر رابطه دیپلماتیک و سیاسی بین ایران و کشورهای هدف. ما از هر فرصتی در این که عرض کردم اولویت ما مسائل منطقه بود، از هر فرصتی استفاده کردیم برای طرح موضوعات مورد علاقه دو جانبه، از جمله در حوزه‌های اقتصادی، کما اینکه در گفتگو با مقام‌های ترکیه در مورد خیلی از بعضی از جزئیات مربوط به گسترش روابط در حوزه اقتصاد مرزی برای مثال ما صحبت کردیم، در مورد فعال‌تر کردن کمیسیون مشترک اقتصادی و شورای عالی همکاری دو کشور تفاهم شد. این مواردی بود که فکر می‌کنم خیلی ارزشمند بود و مشخصاً در حوزه روابط اقتصادی دو طرف بود. علی‌عربی. سلام و خسته نباشید. واکنش وزارت امور خارجه ایران به تجاوز شبکه MBC عربستان سعودی نسبت به فرماندهان مقاومت چی بوده؟ آیا اعتراض رسمی نسبت به این تجاوز ارائه شده یا خیر؟ خیلی ممنون. خب ما این توهین ها را کاملا غیر قابل قبول میدونیم و معتقدیم که این شیوه به هیچ عنوان پذیرفته نیست. توهینی که انجام شد، ما از مجاری دیپلماتیک به کشور و کشورهای زیربط این موضوع رو متذکر شدیم و واقعا متاسف شدیم از این که این برخورد باعث شد که روان و روح بسیاری از دوستداران و در واقع همه مردم منطقه که حساسیت خاصی دارن نسبت به مقاومت و جریان مقاومت جریحه دار شد. خوشحالیم که شنیدیم که واکنش ها و برخورد های مناسبی هم صورت گرفته و امیدواریم که دیگه این موارد واقعا تکرار نشه. روس پلاس بفرمایید. سلام، خدا قوت آقای بقایی. من خب چون در نشسته که با خبرنگاران حضور نبودم من اینجا مجبورم صحبتم رو مطرح کنم. انتظار هستش که حالا رسانه هایی که توی نشست های خبری حداقل حضور داشتن توی این جلسات در واقع دعوت می شوند، توافقی در این خصوص قائل نمی شدیم. سوال من در این خصوص این هستش که وزیر امور خارجه در گفتگو با رسانه ترکیه‌ای پیام واضحی به آمریکا دادن، اینکه در صورت افزایش تنش پای آمریکا به عنوان متحد رژیم وقتی به درگیری‌ها باز بشه ایران واکنش نشون میده. بفرمایید که تاکنون در این زمینه با در خصوص ماجراجویی احتمالی اسرائیل علیه ایران پیام ما از طرف آمریکا داشتیم یا نه؟ من فکر میکنم میتونم در این حد خدمت شما عرض بکنم که کانال رد و بدل پیام بین ما و آمریکا از جمله در رابطه با موضوعات فعلی منطقه همون سفارت سوئیس است به عنوان حافظ منافع و در مواردی که لازم بوده این کار انجام شده. در مورد نکته قبلیتونم ما هیچ تبعیض قائل نشدیم و فکر میکنم دوستان من تلاش کردن که همه رو دعوت بکنن. اگر مواردی بوده که احیانا جا افتاده حتما در موارد آتی. نور نیوز بفرمایید. من فکر میکنم این طبیعت آتش است که وقتی جایی رو بگیره قطعا نمیشه کنترل کرد. بنابراین فکر میکنم این موضوع برای همه روشن هست و همه دوستان ما در منطقه خلیج فارس و میدونید ما عرض کردم محدود گفتگوهای ما محدود به کشورهای حاشیه خلیج فارس نبود. ما با مصر، اردن، ترکیه صحبت کردیم و این یک برداشت و یک نظر عمومی است که هر گونه تشدید تنش در منطقه
خواه ناخواه دامن همه رو خواهد گرفت. میزان. سلام عرض میکنم خدمت شما. جناب آقای بقایی، سوال من درباره بالا گرفتن تهدیدهای ادعایی رژیم صهیونیستی هستش طی روزها و هفته‌های اخیر و متقابلا موضع‌گیری مقام‌های کشورمون درباره این که ایران همونطور که در عملیات وعده صادق یک و وعده صادق دو نشون داد از حق ذاتی خودش برای دفاع مشروع استفاده می‌کنه. وزارت امور خارجه برای تبیین حق استفاده ایران از این حق دفاع مشروع در سطح مجامع بین‌المللی و همونطور در سطح رایز نهای دیپلماتیکی که با کشور مختلف داشته چه اقدامی انجام داده؟ خب فکر میکنم خیلی روشن هست. ما هم در مکاتباتی که با سازمان ملل داشتیم، هم در مصاحبه ها، هم در گفتگوهای دو جانبه با بقیه کشورها این موضوع رو خیلی روشن کردیم. اساسا حق ذاتی دفاع مشروع فکر میکنم اونقدر روشن هست که حتی نیاز هم به تبیین نداره. هر دو عملیات موشکی جمهوری اسلامی ایران علیه اهداف نظامی رژیم صهیونیستی در واکنش، در پاسخ و در دفاع از تجاوزاتی بود که علیه اهداف و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران علیه اتباع جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت و ما این رو هم صراحتاً در مکاتباتی که با شورای امنیت داشتیم و هم در گفتگوهایی که با سایر کشورها داشتیم این رو خیلی روشن تبیین کردیم. بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر باشه جناب بقایی. اول از پاسخهای مشخص و کوتاهتون خیلی ممنونم. سوالم مشخصا در رابطه با نشستی که جناب آقای عراقچی در نشست دوحه با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس داشتن، این ابتکار عملی بود که قرار بود پیشتر در نیویورک برگزار بشه، البته ایران و عراق در کنار شورای همکاری خلیج فارس. ممنون میشم بفرمایید که آیا قرار این ابتکار ادامه پیدا کنه، برنامه بعدی هست برای برگزاری اون نشست شیشه به علاوه دو یا خیر؟ ممنونم. بله، همونطور که اشاره کردید این مدت ها بود که ما این ابتکار رو مطرح کرده بودیم و باز این در ادامه سیاست جدی ما در مورد ضرورت ارتقای همکاری ها و هماهنگی بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه حاشیه خلیج فارس هست. این سیاستی است که ما به جد دنبال میکنیم. اون جلسه به نظرم جلسه خیلی مهمی بود، صرفا یک جلسه نمادین نبود و قطعا این مسیر رو ما ادامه خواهیم داد. بفرمایید. سلام، خسته نباشید. اخیراً بعضی مسئولین آمریکایی و حتی رسانه آمریکایی راجع به اسناد اطلاعاتی آمریکایی درباره آمادگی اسرائیل برای حمله علیه ایران به بیرون درز کردن. گفتن بعضی کانال‌های تلگرامی که وابسته به جمهوری اسلامی این اطلاعات رو درز کرده. آیا شما این اسناد مرور کردید، اطلاع ازش داشتی و یا جمهوری اسلامی رسماً نقشی در درز همچین اسنادی داشته؟ چیزی که من به شما میتونم عرض بکنم، طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران برای دفع شر رژیم صهیونیستی از همه اطلاعات و خبرهایی که موجود هست و البته با اتکای به توانمندی ها و اقدامات نیروهای نظامی و امنیتیش تلاش میکنه. ما فارغ از مباحثی که در رسانه ها مطرح شده در مورد این نوع درزهای اطلاعاتی، هم کار خودمون رو به درستی بلدیم و انجام میدیم و هم در مورد اهدافی که در صورت ضرورت مورد واکنش دفاعی ما قرار خواهد گرفت به صورت خیلی قطعی تصمیم گیری کردیم. بنابراین فارغ از این فضاسازی های رسانه‌ای که ما در مورد صحت و سقمش فکر میکنم ترجیح میدیم نظری نداشته باشیم، ما متمرکز بر دفاع از منافع ملت ایران و همونطور گفتم قطعی بودن پاسخ ایران در صورت هر گونه شرارت و تجاوز بعدی رژیم صهیونیستی خواهیم بود. بفرمایید. سلام آقای دکتر. علیکم السلام.
در صورت عدم توقف ماشین جنایت اسرائیل، آیا ایران و ترکیه برنامه برای همکاری نظامی در قابل اسرائیل خواهد داشت؟ متشکرم. من همونطور که عرض کردم، آنچه که فعلا تمرکز دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران هست این است که ما مانع از گسترش شرارت و جنگ افروزی رژیم صهیونیستی بشیم و همزمان تلاش کنیم برای توقف کشتار در غزه و لبنان، و این چیزی است که مورد اجماع نظر ما و بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ترکیه است. بله بفرمایید. بفرمایید. من متاسفانه نشنیدم. عرض کردم که رهبر انقلاب درباره کریدور آیمک در نماز جمعه تاریخی هشدار دادن. وزارت خارجه در این زمینه چه اقداماتی انجام داده و یا در دستور کار داره؟ وزارت خارجه قطعا بر اساس سیاست‌های ابلاغی نظام و مراجع بالادستی در هر موردی که لازم باشه اقدام خواهد کرد. بله بفرمایید. در مورد حقابه، همونطور که گفتیم، مبنای ما معاهده هیرمند 1951 اگر اشتباه نکنم، مبنای ما اون معاهده هست. ما در تعامل و گفتگو با مقام های هیئت حاکمه افغانستان تلاشمون بر این بوده که کل حقابه رو از طرف افغانستان برای کشورمون بگیریم. موضوع در سطح معاون محترم رئیس جمهور در امور افغانستان ادامه داره. فکر میکنم که علارغم این که ورودی آب امسال نسبت به سالهای گذشته مقداری بیشتر بود، ولی کماکان فکر میکنیم که کار زیادی داریم برای اطمینان از اجرای مفاد معاهده فیما بین ایران و افغانستان. بفرمایید. سلام آقای در استانبول، این نشست چه تأثیری بر روند صلح در قفقاز جنوبی داشته و آیا ایران در این خصوص پیشنهادی ارائه داده یا خیر؟ متشکرم. ما خب یکی از کشورهای تأثیرگذار در این فرایند هستیم. ایران یکی از پیشنهاد دهندگان چارچوب همکاری 3 به علاوه 3 بود و یکی از جلساتش یا جلسه قبل در تهران برگزار شد. بنابراین ما قائل به این هستیم که تنها از مسیر و مجرای همکاری منطقه‌ای بدون دخالت کشورهای بیگانه ما میتونیم قفقازی با ثبات و امن داشته باشیم. در جریان مذاکرات مربوط به سند پایانی 3 به علاوه 3 ایران مشارکت فعالی داشت. من توجه شما رو جلب میکنم به سند پایانیش. پیشنهاد میکنم سند رو ببینید. در اون سند تاکید شده بر ضرورت افزایش اتصالات و مراودات بین کشورهای حوزه قفقاز به عنوان زمین ساز تثبیت صلح و امنیت در منطقه، و فکر میکنم این رویکرد جمهوری اسلامی ایران هست. از طرق مختلف برای ارتقای همکاری های اقتصادی به عنوان هم زمین ساز و هم تقویت کننده صلح و ثبات. بفرمایید. سلام جناب سخنگو، وقتتون بخیر.
سوال بنده در خصوص سفر آتی دکتر پزشکیان به مسکو هستش برای نهایی سازی توافق جامعه همکاری بین دو کشور. اطلاعاتی هست در خصوص زمان این سفر و جزئیات بیشتر؟ خب این معاهده معاهده مهمی است و یک پیشنهاد وجود داشت که در حاشیه اجلاس کازان این کار انجام بشه، ولی فکر میکنیم این موضوع اهمیتش اونقدر زیاد هست که لازم باشه در جریان یک نشست دو جانبه یا یک جلسه دو جانبه بین ایران و روسیه انجام بشه. در مورد زمانش هنوز تصمیم گیری قطعی نشده، ولی ما و روسیه در حال رایزنی هستیم برای اینکه زمان مناسب جهت دیدار دو رئیس جمهور رو تعیین بکنیم. بله بفرمایید. سلام عرض میکنم، خسته نباشید. من حسینی هستم از صدای افغان. با توجه به که اولین اقدامات آقای دکتر عراقچی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در پست جدیدشون در حضور افغانستان بود، نشست چهار جانبه ای که با همتایان کشورهای منطقه داشتن، هنوزم این سوال وجود داره که نوع سیاست و دیپلماسی جمهوری اسلامی در حوزه در مورد افغانستان و حاکمیت کنونی افغانستان چی هست؟ آیا با همین تیم دیپلماتیک که فعلا در دولت قبلی و سرکار بودن کار ادامه خواهد یافت یا خیر؟ و سوال دوم در بحث این گزارش‌های ادعایی که پیرامون تیراندازی به مهاجران افغانستانی در مرز دو کشور که به حال هیچ گونه بال سند و ادعایی بر او ثابت نشد جمهوری اسلامی تکذیب کرد، اما همچنان تلاش‌های مهاجر حراسی و افغانی حراسی و همچنین ایرانی حراسی بین دو کشور به شدت از سوی جریان‌های معاند ادامه دارد. آیا وقتش نرسیده که دولت‌های دو کشور اقدامات جدی را علیه کسایی که تلاش دارن روابط دو کشور رو مخدوش بسازن انجام بشه؟ خیلی ممنون. قطعا ما هر دو موضوع رو تایید نمی‌کنیم، هم ایران حراسی هم مهاجر حراسی فکر نمی‌کنیم به نفع دو ملت ایران و افغانستان باشه. سیاست جمهوری اسلامی ایران در مورد افغانستان خیلی به نظرم روشن هست. ما در مورد سیاست خارجی یک کشور صحبت می‌کنیم که قاعدتا با تغییر افراد عوض نمیشه. بنابراین اون چیزی که مهم هست این هست که ما از ابتدای یا بگم در طول 3 سال گذشته همه تلاش ما این بوده که با توجه به نگرانی ها و علایق مشترکی که بین ایران و افغانستان وجود داره، نزدیک به 1000 کیلومتر مرز مشترک، نگرانی از گسترش تروریسم، نگرانی از مواد مخدر، حضور میلیون ها اتباع افغان در ایران، همه تلاش ما این بوده که با ادامه مراودات در سطوح فنی و کاری بتونیم کمک بکنیم به تثبیت امنیت و ثبات در افغانستان. اعتقاد ما این هست که اگر ثبات و امنیت در افغانستان حکم فرما بشه، حتما خیلی از مسائل دیگر از جمله بحث تروریسم و موضوع مهاجرت یا آوارگان افغان هم حل خواهد شد. امیدواریم که بتونیم در این مسیر گام‌های جدی‌تری رو برداریم. بفرمایید سانا. سلام، وقت بخیر. در روزهای اخیر با تشدید تنش جنگ و جنگ لبنان شاهد تحرکات تروریست‌های حمایتی ترکیه در شمال سوریه شدیم که دولت این کشور رو از حمایت حزب الله مشغول کنه. آیا در سفر جناب عراقچی به ترکیه این موضوع با مقامات ترکیه مطرح شده و آیا اقدامی یا برنامه‌ای از طرف ترکیه صورت خواهد گرفت یا خیر؟ متشکرم. من همونجور که خدمت شما عرض کردم، موضوع امنیت سوریه دغدغه مشترک ما و ترکیه است. ممکن است رویکردها متفاوت باشه، ما نظرات خودمون رو داریم در این مورد و دیدگاهمون رو خیلی صریح به دوستان ترکیه‌ای همیشه اعلام کردیم. در این حال فکر می‌کنم سازوکارهایی که برای هماهنگ کردن مواضع دو کشور وجود داره، از جمله سازوکار آستانه و ملاقات‌های گفتگوهای دو جانبه، خودش بسیار کارساز هست برای اینکه مطمئن بشیم از عدم گسترش تروریسم در سوریه و تضعیف دولت مرکزی سوریه، و ما به همین مسیر ادامه خواهیم داد.
خب من یک سوال دیگه هم میگیرم و بعد فکر میکنم که این جلسه رو خاتمه بدیم. بفرمایید. فکر میکنم این خبر مال سال گذشته بود در مورد پایان تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی، این خبری بود که مربوط به گذشته بود. خب چون خبر خوبی بوده احتمالاً امسال هم بازنش دادن. خب من خیلی تشکر میکنم، خیلی ممنونم از حوصلتون و امیدوارم که تعاملات و روابط خوب بین حوزه دیپلماسی وزارت خارجه و اصحاب رسانه به همین شکل ادامه پیدا بکنه. خیلی متشکرم.